درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از افشاگری جنجالی یکتا ناصر از دلیل جداییش از کارگردان معروف منوچهر هادی با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله در کنار ما باشید تا از جدیدترین ویدیوهای ما مطلع بشید. یکتا ناصر و منوچهر هادی هرچند که این زوج هنری خیلی در کنار هم خوشبخت به نظر می رسیدن و به هم می اومدن اما آروم آروم همه چی حاکی از این بود که از هم جدا شدن شایه های جداییشون برمیگرده به پخش تصاویری از تولد منوچهر هادی که همه بودن اما یکتا ناصر جاش خالی بود این شایعه با انتشار یک استوری از یک تا ناصر داغتر شد. خانم بازیگر برای تبریک تولد همسرش از عبارت پدر سوفیا استفاده کرد. همدیگر را آنفالو کرده بودند. آقای کارگردان اما همچنان ظاهر قضیه رو حفظ میکرد و نمیخواست بهترین بازیگر پای ثابت فیلمهاش رو از دست بده اون با انتشار پستی از یک عکس دو نفره قدیمی ترجیح میداد وانمود کنه که همه چیز هنوز خوب و گل و بلبله چهره هادی علاوه بر اون عکسی در یک استوری گذاشت و نوشت همسر قوی من مادر قشنگ سوفیا به وجودت میبالم و افتخار میکنم یک تا خانم هم که در این چند سال اخیر در بیش از ده فیلم سینمایی که به کارگردانی همسرش بوده ایفای نقش کرده و حسابی فعال بوده و درخشیده نوشت فقط باید فراموش کرد همین بعد هم نوشت آشتی کردن و بخشیدن چه واجه های ریاکارانه ای آدم باید کلن فراموش کند همین انقدر این استوری های بودار و مشکوک اونها در اینستاگرامشون ادامه دار شد و زیاد شد که کاملا جدایی اونها مشخص شد. منوچهر هادی هم نوشت من میبخشم ولی فراموش نمی کنم بیریا عزیزم بعضی از کارشناسان و طرفداران اونها هم این میزان مهربونی و عشق و علاقه این آقای کارگردان رو دلیلش مهریه سنگین یکتا ناصر میدونستند. بعضی ها هم گفتن اتفاقا حرفهای منوچهر هادی اصلا هم عاشقانه نیست. بیشتر شبیه متلکه. خیلی ها اما این استوری ها رو یک منتکشی و ناز کردن عادی خانوم ها در یک قهر عادی زن و شوهری می دونستن. بعد از اون هم در سریال جدید منوچهر هادی دیدیم که خبری از یکتا ناصر نبود و کلا تغییر مسیر کاری داد و یکتا ناصر بیشتر در تئاتر فعالیت میکرد حتی نیسان آبی دو رو هم منوچهر هادی نساخت و کارگردانش شخص دیگه ایه. تا اینکه یک تا ناصر این بازیگر پرکار و پرطرفدار سینما و این روزها نمایش خانگی در یک مصاحبه به شکل خیلی شوکه کننده ای گفت من تا زمانی که همسر منو چهره هادی بودم و حالا که یک سال و اندی از هم جدا شدیم دلم نمیخواست توضیح بدم خسته شده بودم انقدر که ازم پرسیده بودن چی شده چرا جدا شدید وقتی که فیلم یکی میخواد باهات حرف بزنه رو بازی کردم بعدش یک سال کار نکردم خیلی از هم همکاران و دوستان و کارگردانان معروف و صاحب نام گفتن یک تا ناصر گفته منو با سیمرغم کشوندین اینجا و حرفهای زیادی پشت سرم زدن که اصلا خنده داره البته من قبلا هم شنیده بودم برای همه کسایی که جایزه گرفته بودن همیشه این هواشی و شایعات درست شده بود شاید حرف بدی به نظر برسه اما ما آدمایی هستیم که از موفقیت همدیگه نه تنها خوشحال نمیشیم بلکه به شدت ناراحت میشیم میتونیم خیلی هم با سواد و فرهیخته و کتاب خونده باشیم اما از موفقیت کس دیگه حالمون بد بشه و وقتی که حتی کنار هم هستیم احساس تنهایی کنیم و حالمون خراب باشه. تو در مواجهه با آدمی که ممکنه بی تربیت باشه، بی سواد باشه یا ناآگاه باشه، خب تکلیفت روشنه. اصلا باهاش وارد بحث نمیشی و سعی میکنی جنبه های خوبش رو ببینی اگر که مجبور باشی تحملش کنی. ولی در مورد آدم هایی که تو یه تصویر خیلی خوبی ازشون داری و فکر میکنی که مثلا من آرزوم این آدم رو از نزدیک ببینم، واقعا برای من پیش اومده که کاش اصلا چنین آرزویی نمی کردم و کاش اصلا نمی دیدمش. و به قول غربی ها، هیچ وقت با قهرمانت نباید ملاقات کنی من یک سال بعد گرفتن سی مرغم کار نکردم اصلا طرز فکرم این نبود که بگم چون جایزه گرفتم حالا باید یه نفر پیدا بشه که بزرگ باشه و قدر من رو بدونه و هر فیلمی کار نمیکنم و اصلا ماجرایی نبود ماجرا این بود که اصلا چیزهایی که حتی قبل از اون فیلم به من پیشنهاد میشد و من ممکن بود بپذیرم هم دیگه به من پیشنهاد نمیشد خیلی تلخه تو جایزه گرفتی و و باید پرکارتر بشی اما در سینمای ایران برعکسه یه مدتی مجبوری کار نکنی و صبر کنی تا یه ذره شرایط آروم بشه ما هممون هر شغلی که داشته باشیم و هر مدلی که زندگی بکنیم توی شرایط کاری و زندگیمون انقدر آسیب دیدیم که یه وقتایی ترجیح میدیم برای خودمون یه حاشیه امن بسازیم اون حاشیه امن ما اسمش مافیای سینما نیست ما توی پشت صحنه یا حتی جلوی دوربین ممکن آدمهایی رو داشته باشیم که برامون حاشیه امن باشن اونش اشکالی نداره اشکال از جایی شروع میشه که مثلا من یه نقشی بهم هم پیشنهاد بشه از طرف دوستی و من اصلا مناسب اون نقشه نباشم مثلا یکی از دلایلی که توی فیلم های آقای منوچهر هادی مثل یکی میخواد باهات حرف بزنه یا زندگی جای دیگری است مشکل من این بود چون خودم میدونستم توی زندگی جای دیگری خیلی بهتر بازی کردم ولی براش حتی کاندید هم نشدم و برعکس برای یکی میخواد باهات حرف بزنه کاندید شدم و جایزه هم گرفتم ما خیلی از اتفاقات توی جامعهمون سلیقه ای جلو میره مثلا شما میری جز به هیئت داوران جشنواره و ممکنه به عنوان یه آدم متخصص از یه آدمی خوشت نیاد و اینا توی حرفه ما خیلی زیاده و از وقتی هم که من تا زمانی که همسر منو چهره هادی بودم و آخرین فیلممون حدود هشت صبح بود خیلی مشخص بود همه کارگردان ها پیش خودشون فکر میکردن این توی فیلم های شوهرش فقط بازی میکنه یا خیلی از کارگردان به خاطر اینکه فقط توی فیلم همسر سابق من بازی میکردم از من خوششون نمیومد یا هرچی خیلی پیشنهادهای من مربوط به اینه که تو همسر فلانی هستی و این در مورد خیلی ها هست یعنی ما یه ظاهر فرهیخته داریم اما در درون یه ماجراهای خاله زنکی همه ما رو درگیر خودش کرده که حتی نمیخوایم واردش بشیم اما ما رو واردش میکنن و این جریانات ما رو با خودش میبره یکتا ناصر بازیگر خوب و جذاب ایرانی متولد دوازده آبان 1357 در تهرانه. اون که فعالیت خودش رو از سال 1380 شروع کرده با ازدواج با منوچهر هادی کارگردان و فیلم نویس سینمای ایران بسیار پرکارتر شد و در فیلم ها و سریال های زیادی ایفای نقش کرد که اتفاقا حرف ها و شایعات زیادی هم پشت سرشون بود. این زوج صاحب فرزندی به نام سوفیا هستند. اما از یک سال پیش خبرهای جداییشون در فضای مجازی منتشر شده. البته که مثل همیشه حرفی از دلایل جدایی زده نشد. اما همیشه در بین سینماگران شایعه های مربوط به خیانت وجود داشته حالا ما یک تا ناصر با انتشار این استوری این شایعات و هواشی رو تایید کرد اون نوشته اولش فکر میکردم به هم خیانت کرده بعد که دیدم کیا دورشن فهمیدم به خودش خیانت کرده نه به من البته که این استوری رو هم آقای کارگردان همچنان بدون جواب نذاشت و بعد از گذشت یکی دو ساعتی جواب بهش داد. منوچهر هادی با انتشار عکس دو نفره ای با دخترشون سوفیا هادی نوشت دخترم عزیز دل پدر آنان که قدر بودنت را ندانستند رفتنت را خیانت میپندارند حالا باید منتظر بمونیم و ببینیم که این استوری ها و بک دادن به استوری ها بین این بازیگر جذاب و آقای همسر کارگردان معروفش تا کی ادامه داره و کی این آقای کارگردان هم در مورد جداییشون و دلیل جداییشون روشنگری میکنه مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله در کنار ما باشید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید